اجتماع عزاداران حسینی با حضور مرجعیت شیعه در بیت معظم الله برگزار شد. به گزارش شیعه ویوز، معظم الله طی سخنانی با اشاره به زیارتنامه ها و وقایع تاریخی فرمودند بنی امیه و بن العباس در صدد انجام دو کار برآمده بودند. یکی نابود کردن اسلام و از بین بردن قرآن بود و دیگری نابودی اهل بیت علیهم السلام. پس بر همگان واجب است که با هر توان و وسیله اسلام ناب محمدی را به دنیا برسانند مرجعیت شیعه سپس با اشاره به حکومت رسول خدا صلی الله علیه و علی به عنوان یک حکومت اسلامی فرمودند رسول خدا تا در قید حیات بودند به این سه مورد عمل کردند عدم مالیات بر ارث پرداخت بدهی میت حتی اگر ورثه او غنی باشند و اینکه از بازماندگان میت بی بزاعت سرپرستی کردن در کدام کشور اسلامی این قوانین اجرا می شود؟ در حالی که حاکمان اسلامی باید از پیامبر طبق فرموده قرآن الگو بگیرند با اجرای این قوانین یهودیانی که سرسختترین دشمنان پیامبر بودند به اسلام روی آوردند معظم الله تاکید کردند امروزه باید حاکمان اسلامی به تبعیت از پیامبر صلی الله علیه و آله علی این سه قانون را به اجرا درآورند تا از این اوضاع بد اقتصادی نجات پیدا کنند در روایت دیگری امام صادق علیه السلام اجرای این قوانین را مختص به پیامبر ندانسته و فرمودند اگر کسی مدیون بود و توان پرداخت دین خود را نداشت و حاکم حکومت اسلامی هم آن را پرداخت نکرد گناهکار است پس باید دانست که اقتصاد بد کشورهای اسلامی از فرامین اسلام نیست و این مطلب را باید جوانان بدانند و به جهانیان برسانند ایشان ادامه دادند این یک هدف بنی امیه و بنی عباس بود که از ابو سفیان آغاز شد و تا کنون ادامه دارد اما آنان در دومین هدف خود که پایمال کردن خون اهل بیت علیه السلام بود ذره موفقیت کسب نکردند شاعر مقدس امام حسین علیه السلام اسلام را بقا بخشید اگر جریان آشورا نبود بنی امیه اسلام را از بین برده بودند و نامی از آن باقی نمی گذاشتند آیت الله العظمی شیرازی سپس فرمودند بنده در طول عمر خود شاهد های متعددی بودم که با شاعر مقدس حسینی مبارزه کردند اما نتیجه جز گسترش شهر حسینی به دست نیاوردند مانند شعره مقدسه صبح آشورا که با آن سالیان سال مبارزه شده اما اکنون جمعیت سیلاسایی در آن شرکت می کنند و یا اعضای توویریج که بارها ممنوع شد اما مؤمنان عراقی از آن دست نکشیدند و این همان وعده پیامبر صلی الله علیه و آله است معظم الله در ادامه فرمودند میرزای شیرازی با ورود به سامرا حسینیه ساخت که صبح آشورا دسته های از آن خارج می شد اما اعضای مخصوص صبح آشورا از منزل خود میرزای شیرازی با حضور علما و طلاب خارج می و تا کنون این سنت در سامرا اجرا می شود. پس می بینید بنی امیه در راه تضعیف شاعر حسینی ذره موفق نشدند. مرجالی قدر در ادامه تاکید کردند تبلیغ از شاعر حسینی باید به صورت جهانی و با تمام توان صورت بگیرد شراکه امروزه تبلیغ از آن واجب کفایی است که به واجب عینی مبدل شده است باید دید نسبت کنیسه ها به حسینی ها چه تعداد است و باید برای شاعر فعالیت کرد معزم الله ادامه دادند در این راه از کتاب، سخرانی، فضای مجازی و حتی موبایل و شبکه های ماهواری استفاده کنید و بدانید شاعر مقدس امام حسین علیه السلام تماما مقدس است ایشان سپس با اشاره به عربعین حسینی فرمودند تأکید می کنم مؤمنان از همین اکنون نسبت به برگزاری شعیره مقدسه اربعین حسینی فعالیت کنند و دولت عراق و دولت های همجوار نیز باید در این راه تسهیل کنند و بدانند هرچقدر کار شکنی کنند به یاری یزید پرداختند معظم الله حفظودند باید مؤمنان به دولت های خود فشار بیاورند تا برای زیارت اربعین حسینی که از ادیام و مذاهب مختلف نیز در آن شرکت می کنند، تسهیلات خاصی در نظر گرفته شود ایشان در پایان تاکید کردند برای باشکوهتر برگزار شدن اربعین حسینی سال جاری باید بیش از سالهای گذشته فعالیت شود و امیدوارم این توفیق از سوی خدای متعال به همگان اعطا شود